آفتاب کی از طرف مغرب في می كل برآید يوم و روز تشرق آفتاب الشمس از من طرف جهة مشرق المشرق می برآید و فتبوء روی الأرض، زمین را وفي رفشان می آخر گرداند النهار و در تغيب آخر من روز جهة به طرف المغرب مغرب می نشیند ويحل که الظلام، روی زمین را تاریکی فرا می گیرد. ولیکن در ولكن آخر في آخر زمان این الزمان حالت برعکس است. سينعكس الحال آفتاب از وتطلع طرف الشمس من مغرب می مغربها، برآید و این وتلك نشانه علامة کلان كبرى على نزدیک قرب شدن روز القيامة. قیامت است. قال پیامبر النبي صلی صلى الله الله علیه و عليه سلم وسلم: فرمودند اولین إن أول نشانه که الآيات پیش از روز خروج قیامت طلوع برای الشمس مردم من ظاهر می مغربها شود این برآمدن وخروج آفتاب از الدابة طرف على الناس مغرب ضحاها است و این از علامت وأيهما ما های كانت کلان قبل روز قیامت است. صاحبتها اگر انسان بعد فالأخرى على مشاهده این إثرها حالت قريبة. ایمان آورد برای او این ایمان آوردن او فایده نمی دهد و برآمدن حیوان نیز از علامت های کلان قیامت است که در وقت بلند شدن آفتاب برآمده به مردم آن حیوان سخن می کند. یعنی این دو نشانه روز قیامت در یک وقت نزدیک با هم که روخ قال می ابن دهد. حجر: ابن حجر فالذي رحمه الله يترجح گفت أن قول خروج راجح الدجال این است که أول الآيات اولین العظام نشانه کلان پیش از المؤذنة روز قیامت بتغير این الأحوال برآمدن العامة في دجال است معظم که الأرض احوال مردم در آن وانتهى وقت ذلك در روی بموت زمین عيسى ابن دیگر می مريم گردد و وأن آخرین طلوع علامت الشمس کلان من قیامت المغرب با مرگ هو عیسی أول پسر الآيات مریم العظام علیه المؤذنة السلام به بتغير پایان می أحوال رسد العالم و كله برآمدن آفتاب از طرف وينتهي مغرب ذلك این بقيام اولین الساعة نشانه کلان ولعل قیامت است. خروج احوال الدابة عالم يقع را في تغییر می ذلك دهد اليوم با قایم الذي یافتن تطلع قیامت فيه به پایان الشمس می من رسد و المغرب. شاید برآمدن حیوان و برآمدن آفتاب از طرف مغرب در یک روز باشد و اینچنین در همان روز در توبه بسته می وحينئذ شود. يغلق پیامبر باب صلی الله التوبة. علیه و سلم قال النبي فرمودند صلى هر الله آینه عليه در وسلم: طرف غروب إن من آفتاب قبل دری مغرب الشمس کشاده هست. بابا مفتوحا پهنایی و درازی تعرض آن 70 سنة 70 سالینه راه فلا است يزال که آن تا ذلك الباب برآمدن مفتوحا آفتاب از للتوبة مغرب کشاده است. حتى تطلع حدیث با الشمس روایت من ابن ماجه. نحوه بنابراین در آن وحينئذ روز لا يقبل آنهایی که استحداث ایمانشان را الإيمان. نو میکنند از آنها قبول کرده نمی شود و در حدیث آمده است ففي که الحديث: قیامت قائم لا نمی تقوم گردد تا الساعة اینکه حتى آفتاب از تطلع طرف الشمس مغرب من براید. مغربها پس وقتی که از طرف فإذا مغرب طلعت طلوع فرآها کرد الناس مردم آن را آمنوا دیده أجمعون، همه ایمان می آورند. فذلك حين لا ایمانی کسی ينفع که پیش نفسا از این ایمان إيمانها لم نآورده تكن بود آمنت و یا من در قبل ایمان خود أو عمل كسبت خیر في کسب نکرده إيمانها، بود برای او فایده نمی دهد. یعنی آن روز توبه گناهگار و ایمان شخص کافر قبول نمی شود. بنابراین ایمان نو او طائرة، در وقت برآمدن وإنما لا ينفع آفتاب نفسا به او إيمانها فایده نمی دهد، زیرا بطلوعها قلب من او مغربها پیش از آن از لأنه الله خلف نمی إلى ترسید و قلوبهم از من شهوت الفزع دوری نمی ما جست. مردم تخلو اگر در جعلوا آن فيه وقت شهوة همچون روبرو ويصير شدن به الناس مرگ بإيقاعهم بترسند و بغروب ایمان القيامة آرند و كما توبه تحوران بکنند الموت، توبه آنها فمن قبول تاب کرده في نمی مثل شود. هذه پس الحال تو در حال ولم حاضر تقبل پیش توبتها از برآمدن آفتاب فبادر از مغرب بالتوبة به والعمل توبه الصالح کردن حرکت قبل أن بکن و يحال عملهای بينك صالح را وبينها. انجام بده. قال پیامبر النبي صلی صلى الله الله علیه و عليه سلم وسلم: فرمودند در ما شش كان کار للأعمال سراسیمه شوید ستة و از جمله وذكر آنها منها برآمدن آفتاب طلوع از الشمس طرف من مغرب را مغربها. ذکر کردند. الحديث حدیث با روایت امام مسلم.